دکتر لقمی خیلی خوش آمد. بسیار سپاسگزارم از شما، خوشحالم در خدمت هستم، سپاسگزارم از اینکه بیننده این برنامه هستید و خدمت شما بینندگان خوب عزیز سلام عرض میکنم. دکتر فردوسی هم عاشق بوده نبوده؟ آدم اگه عاشق نباشه چجوری 30 سال عمرشو میذاره؟ و منتها عشق شما نمیگیم عشق بوده نه؟ نه، به هر حال اینکه کسی یه چیزی رو خیلی میخواد و به دنبالش میره که عشق نیست. به همین جاست که همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، میگیم طرف عاشق کارشه یا عاشق سیگاره یا عاشق مشروبه یا عاشق وطنشه، عاشق ادبیات، عاشق تاریخ. این لغت خیلی وقت بیچاره شده. بیچاره شده. خیلی خب، پس این لغت رو میذاریم سر جاش. بعد سر فردوسی یه جلسه ای لغت مناسب کار فردوسی رو پیدا میکنیم، موافقین؟ هر سالی پیدا کنید دیگه. بنده چی کارم؟ دکتر خودش از همه حالا معاف کرد. خب دکتر، سوالی که بینندگان کرده بودن و بسیار سوال اساسی هست، ویژگی های عشق یا عاشق در چیه؟ شما گفتید این بسیار طولانی است و یه جلسه رو راحت میفرد، یک دو جلسه رو میطلبه توضیح در موردش. من در خدمت. من البته دو سه تا نکته کوچک رو عرض کنم، چون شاید برخی از بینندگان برای بار اولی که این گفتگو رو میشنون. اول، من با شما در جلسات گذشته به اینجا رسیدیم که چیزی به اسم عشق وجود داره. علتی هم که میتونیم مطمئن باشیم وجود داره به خاطر توانایی است که برای عکس برداری از مغز داریم، و اونطور که یه آدم افسرده یا یه آدم وسواسی مغزش نشون میده افسرده است یا وسواسی، امروز هم میدونیم اگر کسی مدعی عشقه، وقتی که از مغزش عکسی بردارن نشون میده که ایشون عاشق هست یا نیست. البته نمیگه عاشق کی، و عرض کردم که اگر قبلا کوکائین مصرف کرده باشه مغز به گونه ای خودش رو نشون میده که گویی فرد عاشقه، یعنی خیلی این دو به هم نزدیکند و شباهت دارن. ولی پس یه واقعیت. دوم، خدمتتون عرض کردم که این عشق یه هنری است آموختنی، همان گونه که اریک فرام میگه. ولی خدا یا طبیعت در وجود من و شما به عنوان یک انسان یه نمونه ای از اون رو که کوتاه مدته و یکی دو بار میتونه تکرار بشه به ودیعه گذاشته، و بنابراین وقتی زن و مردی به هم میرسند و از هم خوششون میاد، احتمال داره که اون در حقیقت کپسول در مغزشون بشکنه، 6 ماهی، 1 سالی یه حال خاصی پیدا کنن که همون گونه که عرض کردم میشه در مغزشون دید و بعدن از میان میره. اما وقتی گفتیم عشق هنریست آموختنی، حالا یه فرد میتونه رو داشته باشه و 70 سال داشته باشه، ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیریست. و باز به این نکته اشاره کردم که دو گونه میشه این عشق رو ما در وجود خودمون بکاریم و یا این هنر رو بیاموزیم. یکی این که اگر در 8 سال اول پدر و مادر اصولی رو رعایت کنن و شرایط زندگی ما به گونه‌ای باشه که عشق در وجود ما که به راحتی میتونه کاشته بشه، ما اون رو داشته باشیم. و اون 4 تا شرط این بود که 1، پدر و مادر همدیگر رو دوست داشته باشن، 2، به عشق بدون قید و شرط در ارتباط به فرزندشون باور داشته باشن، 3، محیط خانه شرایط و وضعیتی داشته باشه که محبت و عشق درش حاکم باشه، و 4، اینکه اون فرزند برای اونها موضوع مهمی باشه، نه به دلیل اینکه اونها میخوان بهش مفتخر و سرفراز باشن مهم باشه، خودش به خودی خودش. و اگر این 4 تا اصل در 8 سال اول در زندگی کودک باشه، عشق در وجود اون بچه کاشته میشه. اما اگر کاشته نشد، بین 8 تا 18 سالگی به نظر نمیرسه که پدر و مادر بتونن کاری بکنن جز اینکه اگر هست اون رو حفظ کنند و نگه دارن. ولی بعد از 18 سالگی من و شما توان اینو داریم که عناصر و ویژگی ها و صفات عشق رو دونه دونه در وجود خودمون بکاریم، و اگر چنین کردیم، همون گونه که یه عاشق این 16 تا ویژگی رو که من درس کردم داره، ما اگر این 16 ویژگی رو در خودمون بکاریم اون رو خواهیم داشت. درست مثل کسی که زبان رو در 8 سال اول یاد گرفته و یا کسی که بعد از 18 سالگی زبان رو یاد میره که از راه دیگری به اونجا میتونه برسه. اینکه کسی بگه این 16 تا 8 تا یا 48 تا یه طرح طبقه بندیه. اینکه من خودم برخی از اوقات در خصوص این 16 تا با توجه به گفتگوهایی که شده یا آگاهی هایی که پیدا شده کمی
در حد یکی دوتاش یا ترکیب یکی در حقیقت اضافه کردن یکی از اونها حرفایی داشتم و دارم، ولی اون چیزی که الان خدمتتون عرض کنم شاید بتونم بگم نظر نهایی من هست یا فعلی من هست در خصوص این ویژگی ها. حالا با توجه به وعده‌ای که شما فرمودید و من رو به اون وعده متعهد کردید، اگر مطلبی نیست در این مقدمات میتونم 16 تا رو به ترتیب 1 و 2 و 3 و 4 که معمولا نوع کار من هست خدمتتون ارائه بدم. نه، من از شیوه تبیین جناب عالی هیچ کاری ندارم. این جملات آخری که گفتید، چون به اصطلاح از پس جناب عالی در نتیجه‌گیریاتون بر نمیام، ولی ترجیح هم میدم که بریم سر اصل مطلب و شما این 16 تایی رو که وعده فرمودید وقتی بیشتری داشته باشید توضیح بدید. شاید شانسی هم به وجود بیاد که بعضی سوالات مطرح بشود کرد. مثلا فرض کنید این که فرمودید در 8 سال اول محیط خونه و خانواده باید 4 تا شرط اساسی توش باشه، خب این تاثیر داره در رشد عشق و پای گرفتن عشق. من اینجور فهمیدم. درسته. در این نباشه عشقی در وجود من کاشته نشه. اسکی هم فارسی بلد نیست. بعد فرمودید که بعد میشه بین 8 تا 18 سالگی در واقع به ترتیب دیگری وارد. نه، عرض کردم بین 8 تا 18 سالگی به خاطر حالت شخصیت انسان یا ویژگی روان انسان پدر مادر اونقدر نقش نمیتونن باشن. تنها عشقی رو که در 8 سال اول کاشتن میتونن حفظش کنن که به 18 سالگی برسه، که حالا فرد خودش صاحب و مالک. اگر در 8 سال اول ما این گرفتاری رو داشته باشیم دیگه بعدن پدر مادر نقشی ندارن. خود آدم میتونه عشق بعد از 18 سالگی، ولی بعد از 18 سال، ولی بعد از اونم بعد از اینکه به یه آگاهی و توانایی برسه و دنبالش بره و الا میتونه در 68 سالگی هم همچنان به هیچ جا نرفت. به همین جهتی که بسیاری از ماها در فهم عشق گم و گوریم. حالا در فهمش کاری ندارم، در عشق ورزی در فهمیدنش. خب من میدونید شاید بتونم یه حرفی بذارم که بارها گفتم، به نظر من همکنون نه در گذشته که اوضاع بدتره، 60% مردم دنیا به این دنیا میان، از این دنیا میرن، هرگز هم عاشق نمیشن مگر اون عشق دوپامینی که ترشح غده است یا غدری است که عرض کردم. درست پس که من به این دنیا آمدم، از این دنیا میرم، ویولونیست نیستم، در حالی که ویولون هست و همه ما از جمله من توانایی آموختن اون رو داریم، ولی چون نیاموختم به این دنیا آمدم، از این دنیا میرم بدون که بتونم حتی یک قطعه چند ثانیه‌ای ویولون رو آنگونه که میخوام یا درسته به صدا در بیارم. دکتر قبل از اینکه برید، باز بر اساس این توضیحتون یه نکته مطرح میشه. آدم که با عشق با این ترتیب بیش از 60% مردم میفرمایید، با پدیده با نمیدونم این چیه، به عشق پدیده است یه چیز غریزه که نیست، یه چیزی است در آدم به وجود میاد، آدم میکاره، بعد کاشت و داشت و برداشتی که شما بهش معتقدید. کسی که اینو نداره، یعنی زندگیش یک فقدان اساسی نداره، بدون تردید. مثلا وقتی که یک کمی نگاه کنیم به عناصر عشق صرف نظر از تعریف عشق یا موضوع عشق، درست مثل این است که یه آدمی، امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، بینایی نداره یا شنوایی نداره، در این دنیا هست، جهان رو نمیبینه یا جهان رو نمیشنوه، در اون حد و مرزه. و به همین جد است که اون شعر معروف هست که روح پدرم شاد که میگفت به استاد، فرزند مرا عشق بیاموز و دیگر هیچ. حالا بریم، بازم سوال دارم ولی بریم سر اصل مطلب، شما اونا رو توضیح بدید. بله، من البته توضیح هر کدوم از این موضوع به تنهایی به دلیل اینکه یه صفت و ویژگی میتونه یه بحثی یه دقیقه یا حتی 100 دقیقه باشه، منم ناچار در فاصله 2 تا 30-40 دقیقه که احتمالاً فرصت است در 2 برنامه میخوام اون رو ببندم. عنصر اصلی و اساسی عشق، یعنی عنصری که پایه و مایه عشق، اون لغتی است که در زبان فارسی ما بهش ایثار میگیم و در زبان انگلیسی اگر بخوایم تا حدودی معادلی داشته باشیم پیور گیوینگ، به این معنا که فردی با تمام وجودش با لذت، با شادی، با احساس خوب و رضایت آنچه که داره، آنچه که خوبه، آنچه که دوست داره به دیگری که به دلایلی اون رو میخواد
یا بهتر به او بده تقدیم میکنه و در مقابلش نه انتظاری، نه توقعی، نه تشکری، نه جبرانی، نه هیچ چیزی از این قبیل نمیخواد. این مفهومی است که مایه ایثاره، یعنی من با آنچه که در این زمینه میکنم رشد میکنم، به مرحله ای از امنیت و آرامش و آزادی میرسم، احساس خوبی پیدا میکنم، پاداشی در همه زمینه های زندگیم چند برابر و چندین برابر میگیرم و بنابراین خوشحالم که کاری رو کردم. به همینجاست که این مفهوم ایثار یه ارتباط یک طرف است که یه آدم باید به یه مرحله ای از توان رسیده باشه که توانایی این که خودش یا آنچه داره رو با دیگری شریک و سهیم بشه یا در اختیار دیگری بگذاره، نه وحشت از نداشتنش داره، نه وحشت از بعدن محتاج بودنش داره و نه ناتوان خودش رو در تولید مجدد اون و یا در صورت عدم تولید بدون اون زندگی کردن رو در خودش به راحتی ممکن میبینه. این همون چیزیست که شما در زمینهای مختلف ایثارگری برخی از اوقات بیش از همه در یه رابطه مادر و فرزند میبینید که او خوشحالیش و شادیش در اینه و احساس رضایتش از اینی که توانسته برای فرزندش کاری بکنه بدون که هیچ انتظار و توقعی داشته باشه. چون اگر توقع تشکر داریم و پاسخ داریم و پاداش داریم و در این جهان و در اون جهان، موضوع و مسئله عشق نیست، موضوع یک معامله و تجارت، یک دوستی، یک مهر، یک محبت. من هیچ عیب و ایرادی هم نداره ولی نامش رو عشق نمیذارن و این مشخصه. یه آدم باید به یه مراحلی از رشد و توانایی و دانایی و ویژگی های دیگه رسته باشه که بتونه ایثارگر باشه و الا بسیاری از مردم که کم دارند یا ندارند یا نگران داشتن و نداشتن و در آینده هستن توان این کار رو ندارند. یعنی به همین جاست که اریک فرام جمله‌ای رو میگه که ثروتمند کسی است که به راحتی میتونه اونچه رو که داره خرج کنه، نه اونی که بیشتر داشته باشه یا اونو نگه داره. و به همین جاست که اینجا میشه یه بحثی عمیق و سنگین در جهت ایثارگری در همه زمینه‌ها داد. اینجاست که شما میبینید در یه رابطه معلم و شاگرد، در یه رابطه هنرمند یا یه بازیگر تئاتر با مخاطبین خودش، در یه رابطه پدر و مادر با فرزند، شور و شوق در این است که من میتونم با قدمی کوتاه یه فردی رو اونچنان بلند کنم و او رو در اون احساس خوبش ببینم و من احساس لذت و رضایت میکنم به خاطر فرصتی که من داده شده و بنابراین بسیار سپاسگزار او هستم که این فرصت رو به من داده. و این رو در چارچوب مخصوصا رابطه پدر و مادر و فرزند خیلی راحت میشه دید. پدر و مادری که به دلیل اون احساس ویژه‌ای که نسبت به فرزندشون دارن اون رو برای اون میکنند و منتظر ایام پیری و عصای دست پیری و اینا نیستن. اینکه فرزندی که خوب بار آمده چه میکنه با همه از جمله پدر و مادر قصه دیگری است، ولی انتظار و توقعی نیست. بنابراین اگر ما به کسی محبتی میکنیم، اگر به کسی کمکی میکنیم، اگر به اندازه سر سوزنی غیر از خود اون عمل خوب و درست میخوان چیز دیگری پیدا کنیم، حتی شناخته بشیم، درباره اون حرف بزنن، خدا رو راضی کنیم، بنده خدا رو راضی کنیم، دیگه اسمش عشق نیست. اونجا وارد یه معامله و تجارتی در کار شدیم. و به همجاست که یکی از کسانی که این حرف رو با وجودی که عجیبه به درستی میزنه کارل مارکس است که معتقد ماجرای عشق ماجرای مبادله است نه معامله. و به نظر من این تفکیک مبادله و معامله میتونه بیان کننده واقعیت این مسئله پیچیده. میتونید توضیح بیشتر بدید در مورد توضیح من... مارکس که چرا میگه مبادله است و مبادله چه تفاوتی با معامله داره؟ مبادله در برای که هیچ به برابری ارتباط نداره. حتی همینقدر که کسی اجازه میده کسی یه چیزی رو به او بده مبادله است، ولی وقتی معامله شد یه حسابی باز میشه، طلبکار و بدهکاری داره و ماجرای برابری و باز پرداخت اون به نوعی مطرح میشه. من یه ذره پرهیز میکنم از توضیح زیاد برای که بقیهش هم هست، ولی همیشه عرض کردم بگذارید بازم برم حرفی که دوست دارم بزنم ولی دلم نمیخواست امروز بزنم. همیشه عرض کردم من قبل از اینکه صاحب فرزند بشم
فرضم این بود که من وقتی که میام به خانه یه پسر و دختر 3-4 ساله دارم که میاد به جلو من میسته و من میگه پدر بریم با هم مثلا ساندویچ و بستنی بخوریم یا بستنی بخوریم و من بهش میگم باشه عزیزم بذار حاضر شو بریم، اونم میدوه کفشاشو ای بسا پا به پا پاش میکنه، یه لباسی تنش میکنه، خودشو به من میرسونه، ای بسا دست منو میگیره، ای بسا دست منو میبوسه، خودمونو میرسونیم به اتومبیل، میره راحت میشینه، خودشم یه کوششی میکنه یا به من فرصت شو میده کمربندشو ببندم و تمام مدتم به من نگاه میکنه و تو راه هم داره پاهاشو تکون میده و یه حرفای خوب و مثبتی میزنه، احساس شور و شوق داره. تو میرسیم بستنی فروشی، اونجا من هرچی بستنی بخواد و معمولا چون تیپ من اینه میخرم براش، هر جورم دلش خواست میخوره و هر جورم دلش خواست میریزه و منم در مقابل این فرض کنید به حساب پول امروز اینجا اینقدر یه بچه 3-4 ساله بخوره 4-5 دلار دادم. اما او به من چی داده؟ اون من ای بسا برای من اگر بخوام امروز یه همچین شادی و لذت و رضایتی برای خودم به وجود بیارم، حتی 500 دلار و 1000 دلار و 5000 دلار هم خرج کنم، از کسی اینو نمیگیرم. پس بنابراین او طلبکار منه، اونی که من 1000 دلار داده من براش 5 دلار خرج کردم، بنابراین من باش رشد کردم، لذتمو بردم. نگاهش، لبخندش، هیجانش، چشمش، حالش به من یه احساس فوق العاده خوبی میده که من برای تهیهش در دنیا امروز خیلی بیشتر از اینا باید پول بدم. پس بنابراین من هرگز نمیتونم بگم من از سر کار خسته اومدم و تو رو بردم برات بستنی خریدم. هر وقت این کارو میکنید نکنید، یا این میکنید یادتون باشه عاشق نیستی، معامله گرید. در این میگید اینو یادت باشه، یه جای دیگه تا وقتی بگم برو بخواب، برو بخواب، یا بعدا پسر یا دختر خوبی باشه درس تو بخون. کار خراب کردیم چون وارد معامله شدیم نه مبادله. مبادله اون فرصتی است که او به من داده که من این همه از وجود او لذت ببرم. این همون چیزی است که یه پدر و مادر برخی از وقت فقط برای که بچه رو در آغوش بگیرن، یا فامیل برخی از وقت از این کارا میکنن. من فامیلای میشناسم که برای که از عزیزشون بغلش کنن، حسش کنن، لمسش کنن، حاضر هستن یه عالمه راه برن، یه کارایی بکنن، درگیر یک بازیایی بشن برای که مثلا فرض کنید پسر یا دختر کوچولوی خواهرشون و برادرشون رو برای مدت کوتاهی اجاره کنن، کرایه کنن، تو بغل خودشون بگیرن و از بوش و حالتش لذت ببرن. این اون مفهوم ایثارگری است. بنابراین این برای من مهمه. روزی که حساب باز میکنید از عشق حرفی نیست. خیلی هم خوبه. مثل مغازه است که میرید پول میدید چیزی میخرید. ولی راجب عشق با من راجبش صحبت نکنید، برای که مشخصه اصلی عشق که مشترک میان همه کسانی است که در خصوص انسان کار کردن، این ایثارگری است که انسان باید داشته باشه. خب در این مشخصه، این نکته‌ای که شما فرمودید در ایثار پس با بعضی از چیزایی که اونها در واقع عشق نیست مشترکه، یعنی هم در عشق هست، هم مثلا شما رابطه مهر پدر و مادر و فرزند و عشق نمیدونید ولی در اون هست، در عشق هم هست. کاملا. ببینید من وقتی که میگیم عشق 16 تا ویژگی داره، این 16 تا ویژگی مربوط به خیلی چیزهای دیگه است، ولی مشخصه اصلیش این است که ویژگی های سلامت روانی است و خوشبختی، و بنج است که عشق در دل سلامت روانی و خوشبختی قرار داره، درست بانند موفقیت. در شما من بفرمایید این مفهوم ایثارگری، یک کسی نسبت به هم نوعش، یک کسی نسبت به هر جای دیگه باشه، حالت ایثارگری رو داره. و بنج است که بسیاری از مردم در حقیقت برخی از اوقات به یک اعتبار به درستی ای بسا خودشون رو آتش میذارن که دیگری رو گرم کنن، روزی که در مایه ایثار هست. البته قصدم نابودی خودشون نیست، ولی اون حد اکثر کاری رو که دیگران براش آمادگی ندارن انجام میده برای که نتیجه ای رو بتونه بگیره. و این مشخصه مهمیه، چون اگر روش من با این 16 تا اینقدر آهسته برم، شما باید یه چند ماهی وقت به اینجا بدید. عرض من فقط یک چیز است، ظرفیت خاصی میخواد و ایده اصلا ندارم. من میتونم به جرأت ایثار ظرفیت میخواد. من میتونم به جرأت خدمتتون عرض کنم بارها میتونم بگم رفتم توی مهمونی، از 100 تا آدم اونجا 5 تا یا 10 تاشم آمادگی برای ایثارگری ندیدم. برای که تو رفتار پیداست، تو گفتار پیداست، تو طلبکاری پیداست، تو انتظار پیداست، تو شکننده بودن پیداست، تو حساسیت پیداست و اینجا مسئله است. یعنی نشون میده مثلا ظرفیت ایثارگری ندارم. بنابراین اگر شما من بفرمایید اصلا بیا دور ایثارگری بچرخ،
و 20 تا صفت دیگر رو وارد این مجموعه کن، اصلا مشکلی ندارم. فرض بفرمایید من باید به یه جایی برسم که فکر کنم نداشتن هیچ چیز مهم نیست تا بتونم ایثارگر در اون ایثار در هر اصلا ویژگی روانی من اینه و همجاست که به من میگه اینم نداره، خب نداشته باشم. روزی که آدمی به خاطر نداشتن به هم میریزه از پا در میاد، اونجا رو که نمیتونه ایثار کنه، باید نگه داره. ببینید شما نگاه کنید به یه آدمی که خسیسه، یه آدمی که گداست، به همجاست که ریک فرام باز حرف فوق العاده قشنگی میزنه، میگه مشکل یه فقیر در نداشتن پول نیست، در ناتوانی او برای بخشیدن اون پوله. و این حرف عمیق و درستیه، برای که با آنچه که امروز حالا 50 60 سال 70 سال از زمان اون گذشته حرفش درسته، تشخیصش در این باره عمیق و دقیق و سنگینه، یه ظرفیت میخواد. شما بسیاری از آدم‌ها هستن که حتی اطلاعاتشون حاضر نیستن به کسی بدن. آدم‌ها حسودی میکنن، ببینید حتی ما بعضیامون حسودی میکنیم که اگر یه مادر بچه‌شو دوست داره چرا اونو دوست داره، من که از اون بهترم، چرا منو؟ من دیدم اینو، یعنی آدم مات و مبهوت میمونه این آدم چقدر خالیه، چقدر تهیه، چقدر کم داره که حسادت میکنه به رابطه مادر و فرزند یا رابطه همسرش نسبت به مادرش یا خواهرش. چرا؟ برای که بکنه یه چیزی از او داره کنده میشه و او یه چیزی نداره و ما نداشتنش خیلی بده، پس باید همه چیز رو نگه داره، یعنی بستا نگه میداره همه چیز رو. به همین دلیل است که موضوع ایثار مثل این مونه که شما به من بفرمایید یک مخترع فیزیک یا شیمی، شما مخترع فیزیک شیمی مفتید، ولی میدونید چه پشتوانه علمی پشتشه تا به اینجا رسته که در این زمینه میتونه اختراع و اکتشاف داشته باشه؟ یا آدمی که به ایثارگری میرسه باید ده ها و صد ها ویژگی داشته باشه، و چون این ویژگی ها رو بعداً نشون میدم که تأیید اینا همدیگر میکنم، صورت یه مجموعه هستن، میتونم بهش اشاره کنم. بذارید دومیش رو خدمتتون عرض کنم، دومی که چون به این موضوع مرتبطه. مشخصه دوم مهمترین صفت انسانی است، یعنی امروز نشون میده مهمترین صفتی که در انسان وجود داره که برخی از اوقات بهش میگن cornerstone of our personality، سنگ بنای شخصیت ماست و در حقیقت همه جهان رو برای همه عمر ما یه جوری میکنه و یا دوگونه میکنه، مسئله اطمینانه، trust، اطمینان و اعتماد. و شما در اینجا دو گونه آدم میبینید، آدمی که اطمینان میکنه و آدمی که اطمینان نمیکنه. و در همیشه مثال عرض کردم، آدمی که اطمینان میکنه معتقد جهان یک گلستانه و آدمی که اطمینان میکنه معتقد یک خارستانه. و روزی که برگشت گفت جهان یک گلستانه، اون زمانی از سلامت روانی برخورداره که بگه برخی از این گلها خار دارن، نه همه، برخی، و درجات آسیب این خارها هم متفاوته. این میشه آدم سالم. شما اگر نمیتونید اطمینان کنید اهل عشق نیستید، شما اگر نمیتونید تراست و اطمینان و اعتماد داشته باشید اهل عشق نیستید، اصلا به خودتون هم ندارید. شما چطور میتونید خودتون رو اوریان و اوریان در مقابل کسی قرار بدید که میتونه شما رو نابود کنه؟ عشق و ازدواج دو تا گرفتاری داره دیگه، یه کسی آدمو نابود میکنه، آدم کاری نمیتونه بکنه. و در ازدواج شما عزیزترین موجود زندگیتون که فرزندتون هست رو با او شریک میشید که او میتونه نابود شونه، هیچ کاری نتونید بکنید. و من تو کار تراپی فراوون روبرو شدم با مرد و زنی یا مادر و پدری که بچه‌ها رو نابود کردن، اون یکی همجوری دستش بسته بوده، حتی قوانین کمکش میکرده، اما حتی با کمک قانون هم نمیتونسته مانع نابودی فرزندش بشه. خب اینجا به من و شما چی میشه؟ عنصر دیگر اطمینانه. شما اگر اهل اطمینانی، با شک زندگی میکنید، با سوء ظن نگاه میکنید، زیر هر کاسه یا نیم کاسه میبینید، به توطئه معتقدید، گرفتاری. معناش نیست که توطئه نیست، معناش نیست که بازی و حق بازی نیست، ولی معناش اینه که شما باید برای اون دلیل داشته باشید، سند داشته باشید، مدرک داشته باشید، یه چیز رو بتونید ثابت کنید، در حالی که بسیاری از ما تمام عمرمون نامطمئنیم. و یادتون باشه نامطمئنیم به همه کس و مهمتر از همه خودمون، نامطمئنیم به باورم، به اعتقادم، به احساسم. حتی تو همین کار عشق من با مراجعینی روبرو شدم که اومده گفته فلانی من داستان حالم رو و احساسم رو نسبت به این یا زن
یا مرد میگم، تو من بگو من عاشقم یا نیستم، حتی این اطمینان نداره که ببینه عاشق هست یا نیست. آدمی که تا مدت با شک و سوء زن زندگی میکنه و میدونیم از کجا میاد، برای که یه وحشتی داره اطمینان کنه و آسیب ببینه. به همجاز که بسیاری از ما از ترس زمین خوردن زمینگیر میشه، رو زمین میشه. ریشه این عدم اطمینان کجاست؟ اونم در همون دوران اولیه مال 14 ماه اوله. اصلا ریشه اطمینان تو 14 ماه اول گذاشته میشه. تولد یعنی تا 14 ماهگی برخورد پدر و مادر که من در 9 زمینه میدونمش، وقتی که اشتباه باشه در من اطمینان رو از بین میبره و بنابراین من به کسی اطمینان ندارم. همین امروز رو خط رادیو بانوی آمدند گفتند که همسر من بچه اول بوده، مادر دختر میخواسته، بچه اولش داده به فامیل بزرگ کردن، تا 10 سالگی پهلوی فامیل بوده و بعد از 10 سالگی آوردنش تو این خونه. شما فکر کنید روزی که منو مادرم نخواد و پدرم نخواد و من کنار خواهر برادرم شم چی میشم؟ این اتفاق تو ایرانم میافتاد. بسیاری از آدم ها بچه می آوردن، بعد یکشو می دارن به این، یکشو می دارن به اون. من موردی داشتم که ایشون خیلی هم بچه دوقلو می آوردن، مثلا 9 تا بچه داشتن، یکی از این قلا رو داده بود این بزرگ کنه، یکی رو اون یکی بزرگ کنه. بعد شما فکر کنید من بذارم خواهر برادر این 7 تا، ولی من شبا باید برم خونه مادر بزرگ بخوابم، نه با خواهر برادرم، من دیگه به کی اطمینان کنم؟ من روزی که آمدم رابطه پدر و مادرم رو در جنگ و اختلاف دم به کی اطمینان کنم؟ روزی که پدرم یا مادرم منو بیگناه متهم میکنن، تنبیه میکنن، به کی اطمینان کنم؟ چرا در بزرگسالی بسیاریمون به هیچ کس اطمینان نداریم؟ چرا بسیاری از ما در بزرگسالی با همه صاحبان قدرت با اتوریته میجنگیم؟ همین که یکی بگه من دکترم یا رئیسم یا پلیسم یا مدیرم، شروع کنیم باش مخالفت کردن، فقط به صرف اینکه اون مقامو داره. همینجاست که جنگ با اتوریتی اصلا ریشه داره. همینجاست که دست ما اصلا به این دنیا میان برای که با هر چی که یه جایگاه پایگاهی داره بجنگیم. چجوری میشه آقای فروزنده رو کوچک کرد؟ چجوری میشه شهردار رو خراب کرد؟ چگونه میشه به این دکتر گفت مثل خر هم نمیفهمه؟ فرقی نمیکنه. دکتر اینجا یه مسئله اساسی رو گفتید. در اون 14 ماه اول زندگی چه شرایطی باید داشته باشه که به کودک در به این رشد اطمینان کمک بکنه؟ آخه عرض کردم 9 تا است. 9 تا رو براتون فقط فهرست بکنم. 1 این بچه سالم و راحت متولد شده باشه. 2 این بچه با درد فیزیکی همراه نباشه. 3 پدر و مادری داشته باشه که بلافاصله احتیاجات او رو برآورده کنن. 4 در تمام دوران بیداری یک کسی با این بچه ور رفته باشه و استیمولیشن و تحریک برای مغزش صورت گرفته باشه تا در هر ثانیه 20 تا 30 کانکشن مغزی از بین نره. 5 یک چنین بچه‌ای با استروک و نوازش همراه باشه. 6 حداقل این بچه 8 ماه در آغوش مادر از یا مادر شیر خورده باشه. 7 این بچه حداقل روزی 2 تا 3 ساعت از سینه مادر شیشه شیر یا پسونک میک زده باشه. 8 یه بچه باشه که در یه خانواده‌ای باشه که محبت اساس خانواده است، یعنی توش نه قدرته و نه دشمنی. و 9 این بچه رو فقط یک نفر ازش مواظبت و مراقبت کرده باشه، پدر از مادر مراقبت کنه، مادر از بچه، نه سر کله مادر بزرگ و عمه و خاله آمده باشه. به همجاست که مطالعات دانشگاه ییل نشون میده بزرگترین عامل سلامت روانی کودک در 14 ماه اول سیمنس، یک دستی و یک نواختی است. این نقطه شرطه. عرض کردم هر کدوم از اینها بحث داره. یعنی اون وقتی که مغز میگه اطمینان کن، مغز میگه وحشت نکن، مغز میگه پدر و مادری که احتیاجات تو رو بلافاصله برآورده میکنن، توی که در کودکی آسیب فیزیکی ندیدی، توی که در تولد اون گرفتاری ها پیرانکی، توی که استروک و نوازش داشتی، توی که استیمولیشن و تحریک رو داشتی، توی که در آغوش مادرت بودی با اون صدای قلب و با اون بوی مادر و گرما و نوازش او همراه بودی، معلومه دنیا جای قابل اطمینانیه. معلومه به همه اطمینان کرد، برای که مغز این نتیجه گیری رو میکنه، این برداشت رو میکنه، احتیاج نداره کسی یادش بده. ولی اگر من پدر یا مادر بودم که بچه رو زدم، بچه به کی اطمینان کنه؟ یکی کسی که من درد وارد میکنه.
بلکه بچه تو اون سن و سال به مجردی که میزنیدش از شما و خودش هر دو متنفر میشه، شما به خاطر اینکه زدیدش، خودش به خاطر اینکه پسر بدیه و دختر بدیه. تمام کار به همین جاست که وقتی پاپ میفرمایند که یک کشیده به گوش بچه برای تربیت شما، من ما تو مبهوت میمونم اینا کی میخوان سر از قبر در بیارن. تموم شد این بازی. تنبیه یعنی چی؟ تنبیه فیزیکی یعنی چی؟ به من نشون بدن کدام مغزه که با تنبیه کار میکنه. به من نشون بدن یک حیوان رو که از طریق تنبیه وادارش کردن یک کاری بکنه، همه با تشویق بوده. مغز رو میشناسیم. چرا لاس وگاس میتونه پول همه رو بگیره؟ برای که تشویق میکنه، تنبیه نمیکنه. پا میشیم همه راه میافتیم، میرم اونجا پول اونو میبازیم، میرم دوباره میخواییم بریم. چرا؟ برای که تشویق برده. یک دونه در یه کازینوی لاس وگاس تنبیهتون کنن، کازینو ورشکسته. تمام تشویق با رنگ و بو و صدا و پاداش و نور و نمیدونم درینک مجانی و یا درینکی که خودتون انعام میدید و دختران زیبارو و آدمای خوشمشرب و اون هیجانات و اون بازی ها و اون پاداش ها و اون دستگاه یا بازی که میکنید، همه پاداشه. اینا یا راشو یاد گرفتن، ما بی خودی رفتیم جهنم را انداختیم. اون که اصلا کار نمیکنه، من چیزی که کارم نکرده. مطالعات نشون میده آدمایی که به جهنم بیشتر باور دارن بدکاره ترن. کار نمیکنه قربونتون. بنابراین بعد چطور شما میتونید عاشق بشید اگر اطمینان نکنید؟ کمی شما طرفو چک کنید، باید کنترل کنید، باید در اختیار داشته. عاشق هیچ وقت به کنترل طرفش نمیره. نه، برای که میرسم به حرفای بعدی. یعنی چی؟ یعنی چی؟ اصلا چه معنایی داره؟ درست مثل این که هستالی بعد از رفتن من از اینجا بخواید به فکر کنترل من باشه، یا من به دنبال کنترل شما، چه ارتباطی داره به زندگی ما؟ اون احساس دیگری است که بهش میرسم که از کجا کنترل لعنتی میاد. دکتر چون آمدید توی این، من یه سوال میدونم پاسخم دارید ولی میخوام مطمئن بشم. اون ایثار که فرمودید، در ایثار یک امر یک طرف است، دو طرفه نیست. شما ممنون او هستید که چرا دو طرفه است ولی او هیچی نمیگه، چون روزی که یه چیزی داد دیگه ایثار نیست، بلکه حساب داشته. ممکنه مثلا تو ندونه، اصلا مهم نیست. ببینید چقدر پدر مادر اصلا شب میرن مثلا رخت خواب نزن رو بچهشون، خوشحالن که بیدار شدن رفتن سرش بود جمع کرده بود انداختم روش. چی شد؟ طبقه ندارم نه بچه. خوشحالم هستن، خوب شد پا شدم، ما سرم درد گرفت رفتم دستشویی یا بیخوابی زده بود به سرم، ولی خوشبختانه رفتم دیدم پتوش رفته کنار یا دستش یه جوری بود درد گرفته بود بالشش درستش کردم، اصلا با احساس خوب برمیگره میخوابه. دکتر عنصر سوم بعد از ایثار و اطمینان و اعتماد تراست. سومیش مسئله ای که چون برای ما ایرانی ها استقلاله، یعنی ما به یه جایی برسیم که من مستقلم، یعنی حرف من اینه که من منم و تو تو، و این مفهوم یه مسیر رو میگذره. ولی همینجا چون امروز رو خط رادیو جنگ و جدالی داشتم در موردش، ما در یه فرهنگی هستیم که فکر کنیم عشق اینه که من اصلا نباشم، مثلا برم توی تو گم شم و بعد مسئله تو حل شم اصلا نباشه. بله، جدایی و انزوا رو فکر کنیم اسمش استقلال. خیلی از دوستان رو خط رادیو تلویزیون من که ما آدم مستقلیه، بعد از حرفایی که میزنم من مستقل نیستی، تو یه وحشت زده جدا و تنهایی. مگر رفتم توی اتاق در رو خودم بستم با هیچ کس رابطه نشتم میتونم ادعای استقلال بکنم؟ استقلال وقتی است که شما درگیر همه هستید ولی هویتتون یا شخصیتتون یا جایگاه خودتون رو حفظ میکنید در حال ارتباط با دیگران. بعضی که در صحنه بین‌المللی هم کشورهایی که ادعای استقلال میکنن قرار است که با همه در ارتباط باشن و مستقل باشن، و الا انزوا، ایزولیشن، سپریشن که اسمش استقلال نیست. ما برگردیم که ما استقلال داریم، با هیچ کس کاری نداریم، اسم این استقلاله. یعنی همه جا همینه. حالا از نظر انسانی مسئله چیه؟ ما هفت مرحله رشد داریم در کودک انسانی، یا حداقل من اونو هفت قسمت میدونم. یکیش
همین رشد روابط انسانیه. و از نظر من ما از 8 تا کلاس میگذریم، 8 تا کلاس، و ما اینه که هستاری کدوم کلاسید یا من کجا، یعنی و این یا کلاس هن. کلاس 1 و 2 و 3 و 4 و 5 هن. در مسیر رشد و تکامله. کلاس اول همزیستیه، سیمبیانی، بچه با مادر یکی. تو یک سالگی بچه میرسه به چسبندگی و دوختگی، بچه به مادرش بیش از همه چسبید است. همجاست که اوج سپریشن انگزایتی، استراب جدایی. 3 سالگی ادیکشن اعتیاده، ما وارد مرحله اعتیاد میشیم. 5 سالگی عادت، هبیت. و 8 سالگی کلاس پنجمه وابستگی است. بنابراین از تولد تا 8 سالگی ما از 5 مرحله میگذاریم: همزیستی، چسبندگی و دوختگی، اعتیاد، عادت و وابستگی. و در تمام اینا مسیری است که یک کودک اصلا بدون پدر و مادرش که خدای او و ذهن و زندگی و اصلا نمیتونه زندگی کنه. اینجاست که همه چیزی که بعدا میرسم رو احتیاج داره. اما بین 8 تا 12 سالگی باید یه اتفاقی بیفته، و اون این که بند ناف روانی بچه باید بریده بشه. همونطور که مادر در وقت تولد با بیرحمی بند ناف بچهش رو برید، در حالی که هیچ او امکان زندگی نداشت، ولی این شرط سلامتی هر دو و زنده ماندن هر دو بود. بین 8 تا 12 سالگی پدر و مادر باید بند ناف روانی بچه ها رو ببرن. یعنی چه؟ یعنی این که کاری بکنن که بچه به 2 نتیجه برسه: 1، من بدون پدر و مادرم زندم. 2، بدون پدر و مادرم خوشم و زندگیم لذت. بودن بودن، نبودن نبودن، به همین سادگی. خب این خودش احتیاج به آموزش داره. به همینجاست که در امریکا چه میکنن؟ بچه ها رو 4 روز میفرستن کمپ. به پدر مادر میگن کاری به اینا نداشته باشید، به بچه‌ها میگن کاری به پدر مادر نشید. بسیاری از بچه‌ها شب‌های سختی رو می‌گذرونن، ولی بند ناف روانیشون رو باید ببرن. اون دسته‌ای که هستن بچه بدون چه چیزی، آقا پدر مادر من نیستن، خیلی هم خوشم، از زندگیم لذت می‌برم. چون اگر این نباشه ما تو وابستگی می‌مونیم، و اینجاست که ما تو ایران مسئله داریم. برای که پدر مادر این تمام مدت می‌خواد بچه رو برای خودش نگه داره، و همینجاست که بعدم وقتی بچه‌ش 40 سالشه، استاد دانشگاه ماست، تو ازدواجش باید دخالت کنی: این بچه منه، پسر منه، من زحمت کشیدم، این دختر منه، رنجشو من بردم، این مال منه، ملک منه. معلومه تو عادت و اعتیاد موندید. یا بسیاری از ما هر روز باید با اونا در تماس باشیم، نه به خاطر محبت، نه به خاطر احساس خوب، بلکه به عنوان احساسی که ناشی از وابستگی و عادت و اعتیاده. خیلی تفاوت داره که من و شما یه جایی بریم از سر انتخاب و آزادی و آگاهی، تا اینکه مجبور باشیم بریم. اون اسمش وسواس و اجباره. آدمی که 100 دفعه دستشو میشوره که به نظافت ارتباط نداره. یه آدم همیشه وسواسیه. یه آدم بیماریه. در مسیر درست هم هست که نظافته. برای اگر من باید صبح تا غروب از پدر مادرم خبر داشته باشم، جایی ساله. چرا؟ خیلی از قول اگر بپرسید در جامعه ایرانی که اگه زنگ نزنی بعدا گله میکنن، احساس گناه و بد میکنن. بله، اینا یه مدتی هستن، شاید برن بعدا پشیمون. از این حرفای بی معنی که فکر کنیم استدلال آوردیم. اونم آدمای تحصیل کرده. کلاس پس ششم شد جدایی و رهایی. بین 8 تا 12 جدایی و رهایی، separated and liberated. بین 12 تا 18 سالگی مرحله استقلاله. کلاس 7 independency، یعنی من مستقل و آزادم. من منم و تو تو مادر، تو مادر منی، منم پسر تو هم، ولی تو توی و من من. احساس تو احساس تو، احساس من احساس منه. عقیده تو عقیده تو، عقیده من عقیده منه. نه اینکه عقیده ما باید یکی باشه، هر کی تو دوست داری منم باید دوست داشته باشم. از همینجاست که این گرفتاری ها پیدا میشه که همسر ما رو، مادر و پدرمون رو باید دوست داشته باشن. اونا میتونن نظر داشته باشن، به دلایل ازدواج موافق و مخالف باشن، ولی نه همسر شما قراره مادر و پدر شما دوست داشته باشه، نه بدن مادر شما همسر شما دوست داشته باشه. به عنوان مفهوم انسانی، بله، ولی برای چی؟ کی باید راضی کنه؟ برای که استقلاله نیست. این دوتا نیستند. اون خانواده تکس به اصطلاح همسری یا خانواده نیوکلیر فامیلی، خانواده هسته ایست که زن و شوهر پیرامونه. ولی از 18 تا 22 هنوز راه هست. یه مرحله کلاس هشتمه و اون اینتردیپندنسی، همبستگی. یعنی منی که مستقل و آزادم و خودکفا هستم و احساس و اندیشم از احساس و اندیشه همه جداست، تو رو انتخاب میکنم و با آزادی و آگاهی تو انتخاب منی. بهش میگن اینتردیپندنسی، همبستگی. و عشق فقط بین آدمایی که استقلال و همبستگی دارن. کلاس 7 و 8 به من بگید من تو کلاس 5 وابستم یا به پدر مادرم عادت دارم یا معتادم، شما اهل عشق نیستید. برای که اون ضد عشقه. به همین است که وقتی عرض بکنم در جامعه ایران ما 2 تا بدبختی داریم: یکی وابستگی، یکی مهرطلبی. و
برای که وابستگی آمده و مهربانی تبدیل شده به مهرطلبی، که حالا یه وقت دیگه راجبش صحبت میکنیم. برای این معلومه آزادی و استقلال شمایید به عنوان یه انسان، منم و تو تو، همونطور که بدن شما با پوستی که داری از من جداست، ما باید یه از نظر روانی هم به اونجا برسیم. و الا این که او ناراحت من ناراحتم که چه مشکلی هم میکنه؟ ما قرار از ناراحتی او به عنوان انسان خبر بشیم و دوا دکترش باشیم، همدردی نمیم. من رو خط رادیو تلویزیون استالی بیشتر میدونی، با 25,000 نفر بیشتر صحبت کردم. من اصلا اونجا برای همدردی با کسی نشستم. خیلی دیگه هنر کنم وقتی مثل امروز بانوی تش میارند و حرف میزنن که پدر و مادر دو تا برادرشون در یک فرض بفرمایید دزدی مسلحانه هر چهار با هم کشته شدن و ایشون منزل خواهرشون بود. من فقط برای یه مدتی میمونم برای که ضربه رو اینقدر سنگین میبینم. حتی فکر میکنم حتی یه جمله‌ای هم گفته باشم، برای که من اهل همدردی نیستم. ما قرار برای هم دوا و دکتر باشیم، اما تو نظام وابسته و عادتی و اعتیادی همه باید همدردی کنن. این یکیش میمیره ما باید گریه کنیم، همین جوری هم باید بریم سر قبر رو بیان. یکی ناراحتی باید ما ناراحت باشیم، فلو دکتر اونم که رفتیم اگه گفتیم سرمون درد میکنه، انتظار این دکترم یک چکش برداره بزنه تو مغز مبارکش بگم ما منم مثل تو هم. شما در... یه درگیری جدی با در واقع اون چه که ما میشناسیم به عنوان فرهنگ ایرانی روابط خانوادگی دارید؟ متاسفانه بله، هیچ پنهانم نمی کنم. برای که جناب فروزنده اگر خدمتون عرض کنم 10,000 نفر، برای که مطمئن باشم میگم 5,000 نفر رو خط رادیو تلویزیون آمدن توی این مدت 15 سال به دلیل این وابستگی ها از پادر اومدن، بیمار شدن، زندگیشون به هم خورده، داغون شدن. تو شهر لس آنجلس بزرگترین دلیل اختلاف، جنگ، جدایی و طلاق چی؟ دخالت اطرافیان. تو این شهر با این آدمای تحصیل کرده مدعی که 58% لیسانس و فوق لیسانس دکتر دارن، لس آنجلس ای بسا بیشتر، 70% آدمای اونور 30 سال یا لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا دارن، 70% آمارای مرکز آمار نشون میده، ما درست نمیده مرکز آمار امریکا که میگه 58% ایرانیان لیسانس فوق لیسانس یا دکترا دارن، خود امریکا یا 28 دارن، ما 58 دیم. توی همچین جامعه‌ای که جامعه لس آنجلس که تازه از نظر تحصیلات به نظر من از خیلی جای دیگه بالاتره، 60-70% هستن. هنوز شما این گرفتاری‌ها رو دارید، هنوز دخالت اطرافیان بزرگتر عامل جنگ و جدایی و طلاقه. من این کارو با 25,000 نفر مراجعه تو کار روان درمانی تراپی داشتم، تو این همه کنفرانس و کلاسی داشتم که اصلا میده تو لس آنجلس داشتم و دارم و در ارتباطاتی که بودم. معلومه بدبختی ملت ایران وابستگی و مهربانی. ما نه مهربونیم نه مستقل و آزاد، به همینجاست که دائما به یه چیزی و یه کسی باید یه جوری آویزون بشیم. و این کل سیستمی است که همه جا تو سیستم روانی ما، اجتماعی ما، خانوادگی ما، اعتقادی ما، مذهبی ما، همه جا رخنه پیدا کرد. یعنی مشکل ما به تشخیص شما فقط مشکل سیاسی و درگیری با قدرت نیست، مشکل در واقع نهادهایی است که ما در داخل اون نهادها به طور بیمارگونه‌ای رشد کردیم. بدون تعریف برای که سیستم سیاسی مقدار در سطح و رویه است، باید پایه‌ها درست باشه تو اون درست بشه بالا. یعنی بسیاری از اوقات اینا آینه اون نظامن. شما وقتی در یه نظام خانواده چند زنی مبتنی بر برتری مرد و فرمان روایی و قدرت دارید عمل میکنید، سیستم سیاسی میخواد با دموکراسی عمل کنه. به شوخی داریم، من پدرم و مادرم در ارتباط با هم و با من یه آزادی، یه حق حیاتی، یه حق اظهار نظری، یه مخالفتی، یه گفتگویی با من نداشتن. بعد من میام در صحنه سیاسی بگم حالا شما بذارید با هم حرف بزنید. خب به همینجاست که اینا باید ساخته بشه. در خانه من که پدر و مادر من مدعی عشقن و مدعی به خاطر من اصلا زندگی میکنم، به خاطر منم اگر چنین چنان بشه و من نباشم اونا میمیرن. خب وقتی اونجا پدر بزرگوار من فرمان میده و دستور میده و مادر من با جلوه پدر بیسته، وقتی ما رو خواهد بزنه اونو بزنه. پس دکتر بنابراین بزرگترین اگر نگاه کنیم، چون هر دوی ما هم سابقه کار در سیستم برنامه‌ریزی رو داریم در یه دورانی،
مهمترین اولویت برای رفتن به طرف یک جامعه سالم سرمایه گذاری روی پرورش انسانه. بدون تردید جان بفروزنده، چرا من همیشه عرض کردم هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه دو چیز درست بشه، یکی 8 سال اول کودکی درست بشه، یکی عقل و یا آخرت به زبان دقیق تر اساس روابط اجتماعی باشه. چرا کشور کره جنوبی پیش افتاده؟ برای اینکه تمام نیروشو گذاشت تو کار آموزش و پرورش. چرا بزرگترین میزان دانشمند رو فنلاند تولید میکنه؟ برای اینکه بزرگترین نیروش رو در یه تغییرات اساسی و بنیادی تو نظام آموزش و پرورشش گذاشته. چرا برای من مهمترین موضوع تو زندگیم بچه هاست؟ و هر کسی میدونه وقتی توی برنامه من راجع به کودک و بچه صحبت میشه من یک کس دیگه ای میشم. برای اینکه اصلا تحمل این بازی های پدر و مادرها رو در ارتباط با بچه ها نرم. و به همجاز که به جای لغت ترس و تنبیه و کنترل این همه تاکید دارم پرورش، تعلیم و تربیت. در آغاز برنامه رازها و نیازها هم چی میگم؟ به پرسش های شما جواب ندارم. پرورش و تعلیم تربیت. ما کار پرورش، تعلیم تربیت داریم، نه ترس و تنبیه و کنترل. در فرصت باقی مانده برنامه یکی دو تا دیگه شد. چهارم رو فکر کنم اگر اشتباه نکنم، چون من متاسفانه خیلی حرف میزنم، خیلی، یعنی هفته 20 ساعت که رادیو هست و بقیه یادم میره، ولی فکر میکنم یه بحثی راجع به آزادی داشتیم و ترجیح میدم که اشاره‌ای به اون بکنم. دو تا جنبه آزادی رو، یکی این که آزادی انتخاب قانون درست، قید و بند درست، زندان درسته، چون هیچ شیئی، هیچ موجودی، هیچ چیزی هرگز بدون قاعده و قانون کار نمیکنه. بنابراین مفهوم آزادی هم طوری قبلا تعریفش هم عرض کردم، یه حق، یه امکان، یه اجازه است برای انتخاب خوب، درست و مناسب که در حقیقت موجب رشد ماست و ما رو در انتخاب‌های بعدی آزادتر می‌کنه، راه رو هم برای دیگران هموار می‌کنه. بنابراین یه مفهومی از آزادی رو من و شما باید در ذهن داشته باشیم و الا گرفتار قید و بند زندانی میشیم، چون به هر حال قید و بندی است که ویرانگر و آزاردن است. و دوم مسئله آزادگی است و مفهوم آزادگی که در دنیا امروز اهمیت فوق‌العاده داره به این معناست که ما در دنیا هستیم که کم کمش خوب است و درست و کم کمش بد است و غلط، بقیه دنیا دنیای تفاوتی. و آدم آزاده به قول معروف سعدی افتاده ایست، آزاده کس نیاید به جنگ آزاده. این مفهوم آزاده یک کسی است که اینقدر دنیا رو خوب و بد یا سیاه و سفید یا مؤمن و منکر یا حلال و حرام یا نمیدونم دوست و دشمن نمیبینه، یه جهان میبینه پر از تفاوت. و این لازمه، یعنی این مفهوم آزادی و آزادگی سبب میشه که دو تا انسان در حالی که هر دو هستند و میتونن 7 یا 8 یا 11 رو درست کنن کنار هم باشن. در غیر این صورت یکی باید در حقیقت در کنترل دیگری باشه و خودش و دیگری رو از میان ببره. بنابراین چون مفصل راجبش با هم تو برنامه‌های قبلی صحبت کردیم، به نظر من مفهوم آزادی و آزادگی مسئله مهمی است. اگر شما آدم آزاد و آزاده‌ای نیستید، اهل عشق نیستید. خب صحبت کردیم، هم درست میفرمایید در این مورد، ولی این چه ارتباطی پیدا می‌کنه؟ کدوم مرحله از رشد انسان هست از بدو تولد تا بزرگسالیش که باید فوکوس بکنیم روی مسئله آزادی؟ کدوم بخش از زندگی ما هست؟ خیلی مشخص یا به فروزنده، کودکی که بین 14 تا 36 ماهگی با خودمختاری، اتانومی و آزادی همراه نباشه همه عمرش در زندان و قید و بنده. بنابراین یعنی چی آزادی باشه؟ عرض میکنم کودک بین 14 تا 36 ماهگی باید آنچنان محیط خانه‌ای براش فراهم کنن که بتونه هر کاری که دوست داره و دلش خواد بکنه بدون که به خودش و دیگری آسیب بزنه. و این وظیفه مرز آزادیش اینه، فقط وقتی که به خودش و دیگری آسیب نزنه. اصلا مهم نیست که چه میکنه، فقط موضوع آسیب و آزار آشکاره، حتی یه ذره بیفته چه اهمیت داره، یه ذره دردش بیاد مسئله نیست، برای که باید با واقعیت جان آشنا بشه. شما به مطالعات علمی نگاه کنید، 14 تا 36 ماهگی خطرناکترین دوره رشد انسانی است. یعنی من میتونم یه لیست 15 گانه که فکر کنم خدمتتون عرض کردم از گرفتاری و بیماری 14 تا 36 ماهگی رو خدمتتون عرض کنم که افسردگی و استراب و خشم پایه‌های اصلیشه، یعنی همه بین 14 تا 36 ماهگی. و همین جاست که شک و شرم رو موجب میشه که عامل اصلی شرم اعتیاد، چه مثبت و چه منفی. بنابراین
موضوع اصلی آزادی و آزادگی انسان اونجاست. انسان بین 14 تا 36 ماهگی است که یک کودک میخواد پر و بال پرواز پیدا کنه و باید این فرصت رو بهش بده. بنابراین ریشه‌اش اونجاست. موارد و مراحل بعدی هستن، ولی چون اشاره فرمودید پایه و اساسش اونجاست و این مفهوم آزادی و آزادگی مهمه. شما در ارتباط با کسی که دوستش دارید، اگر خود شما و او آزاد و آزاده نباشید که صبح تا غروب گیرید و گرفتار. معنای آزادی باز خاطرتون باشه، انتخاب قانون درسته، یعنی این رابطه قانون درستش کدامه. این فرض بفرمایید غذا برای پختنش قانون درستش کدام، این رانندگی برای اینکه کم خطر باشه و سرعت رو موجب بشه درستش کدام. چون این بحث فوق العاده مهمی است، قبلا هم خدمتتون عرض کردم، ولی موضوع مهم علاوه بر آزادی آزادگیه. و الا اگر آزادگی نباشه، اون وقت شما یه آدمی رو در زندان خودتون میکنید و میدونید که زندانبان از زندانی زندانی تره. اینکه مردا در طول تاریخ دل خوش داشتن که زندانبان همسراشون هستن، اونا زندانی تر از زنا بودن. و به همین جاست که زنا همینقدر که فرصتی پیدا کردن خوش درخشیدن، برای که ناچار با اون دنیای پر از قید و بند چیزی رو از دست ندادن. این مردان بودن که خیلی چیزها رو از دست دادن و به خیلی از گرفتاری‌های مردانه در زمین‌های مختلف، از پرخاشگری گرفته تا شک تا کنترل تا مالکیت رسیدن، زنان نرسیدن. به همینجاست که همینقدر که فرصت مناسب باشه، با وجود اینکه در طول تاریخ این چنین باشون برخورد شده، درست مانند دانه‌ای که فقط خودشو جمع کرده و منتظر فرصتی است برای رویدن و بالو پر پیدا کردن، تونستن این کار رو بکنن. و این عنصر چهارمی مسئله آزادی و آزادگی. مجبورم پنجمی رو بگم چون اهمیت داره. و پنجمی مسئله مسئولیت، responsibility. یعنی آدم عاشق و آدم سالم آدمی است که مسئوله. و مسئول یعنی پاسخ به نیازهای واقعی و حقیقی خودش و هموار کردن راه برای دیگرانه. دو تا چیز هست که همیشه باید مواظبش بود. یکی ما گرفتار مشغولیت نشیم، یکی گرفتار مظلومیت. در بسیاری از فرهنگ‌ها مثل فرهنگ ما یه ده مشغولن. امیدوارم کسی را اذیت نکنم. همینقدر که 5 ساعت وقت صرف بکنن جز در شرایط خاص که غذا درست کنن، مشغولیت. همینقدر که باید هر روز خونه رو تمیز کرد، مشغولیت. نظر بهداشتی این کار درسته، نظر سلامتی، نظر نیروی انسانی. بنابراین مشغولیت. و مظلومیت هم اینه که ببین با من چه کردند و در نتیجه من از کار انداخت، فعلا مخواستم چنین و چنان کنم نگذاشتم. بنابراین مسئله مسئولیت است. عنصر مسئولیت اینقدر اساسی است که سلامت روانی آدم ها به دو چیز مرتبطه: درک واقعیت و پذیرش متناسب مسئولیت. من همیشه عرض کردم الان این دیوان هنوز کمی آب داره، اگر این دیوان مسئولیته، من اینو به درستی بگیرم که همه گونه بتونم ازش استفاده کنم. روزی که مسئولیت رو به اندازه نمیپذیرم، اینو شل میکنم و میفته. و روزی که بیش از حد از فشارش میاد و اینو میشکنم و خرد میکنم. و همینجاست که مسئولیت مسئله مناسب بودنشه. یه پدر یه مادر مسئولیت مناسب باید در ارتباط با فرزندش باشه. یه معلم در ارتباط با شاگردش، یه رئیس در ارتباط با کارمندش، یا کارمند در ارتباط با رئیسش. حالا اگر مسئولیت و آزادی، اگر مسئولیت و آزادی هر دو باشن، هر دو راحتن. اگر مسئولیت باشه، چون در خیلی‌ها به وجود میاد، آزادی نباشه، شما میشید مالک و کنترل کننده. حالا میشه فهمید آدمای مالک و کنترل کننده کسی هستن که معمولاً مسئولیت رو بیش از حد قبول میکنن ولی با آزادی باور ندارن. اینه که باید به بچه بگن چیکار کن و به همسرشون میگن چیکار نکن. اینه که باید دستور صادر. آدم مسئول کدوم بخش از دوران تربیت و پرورش و چه کار کرد که این حس مسئولیت رو در یه فرد به حد مطلوب یه پروسه طولانی است. به همین جهت که به جای خاصی برخلاف بقیه ارتباط نداره. نه، برای که فرض بفرمایید بین 3 تا 6 سالگی شما در یه چارچوبی از فرزندتون مسئولیت میخواید. مثلا در الان مدارس امریکا چه میکنن؟ میگن اسباب بازی ها رو میاریم، بعدن جمع میکنیم، سر جاش میذاریم، اونجا رو هم تمیز کنیم، کلین اپ. این اون مسئولیت است. یا فرض کنید مسئولیت اینه که غذا تو میاری میشینی خودت میخوری، نه اینکه کسی تو دهنت بگذاره.
این مسئولیت هست. این مسئولیت هست که من تو سیدی آوردم هر کاری رو که بچه ها به آهستگی حتی کمی غلط انجام میدن به خودشون انجام بدن. چرس کردم بچه از 10 ماهگی میتونه جوراب خودش رو تهش بیاره در بیاره. بذارید این کارو بکنه. به همینجاست که بزرگترین خیانت پدر مادر چیه؟ که بچه ها رو از کار بندازد، یعنی همه کاراشون رو بکنن. اونجا گرفتاریست. هر کاری که بچه میتونه بکنه باید کمکش کرد که بکنه و یاد بگیره و بره. بسیاری از ما پدر و مادرها فکر می‌کنیم اگه هر کاری برای بچه‌ها بکنیم اون موقع است که واقعا چه پدر و مادر خوبی هستیم. به طوری که بچه 14 ساله میگه برای من مامان آب بیار. در واقع شما دارید می‌فهمید که از لحظه تولد یک انسان، یک فرزند تا در مراحل مختلف کودکیش پدر و مادر فقط در مجموعه حرکات چون باید به این فرزند، به این طفل، به این کودک به هر حال هدفشون این باشه پرواز کردن رو بیاموزند. شما من بفرمایید یک کسی میخواد تنیس یاد بگیره، یک کسی که میخواد دندان پزشکی یاد بگیره، علم رو بهش بیاموزید بعد میگید این کار رو تمرین کنه. از این تنها راهه. پدر مادر قرار نیست همه کار برای بچه ها بکنن. عرض کردم بزرگترین خیانت یعنی حتی شما میدونید در سطح سیاسی هم دولت رفاه ویلفر استیت گرفتاریش همینه. یه مردم میگه شما هیچ کاری نکنید ما این چیزایی به شما میدیم، یه دم میفتن فقط بچه رو تولید میکنن. خب همین گرفتاریست که خیلی جا داره. حتی داستان یارانه یه نمونه برجستشه. من کاری با کلیت برنامه از جهت کار همکاری ندارم، ولی موضوع این که یه ارتباطی باید بین داشته‌ها یا پاداش و عمل انسان وجود داشته باشه. این ارتباط مسئولیت رو به وجود میاره. شما الان نگاه کنید به مطالعاتی که در خصوص مدرسه شده. پدر و مادری که تو کار مشق بچه یا هومورکش دخالت کنن میتونن بچه رو از کار بندازن. برای اصلا این موضوع بچه هست. پدر و مادر حمایتش، هدایتش، مواظبتش، مراقبتش که اصلا پرورش یعنی همین مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد رو دارن. ولی بگم پسرم من برات می نویسم یا نتونستی یه نامه نویسم به معلمت که این مریض بوده نتونسته بنویسه، بابا این والا برای شما از این کارا کرده؟ نه خیر همینی که ارث میخورم. بسیار ممنونم آقای دکتر. ما به 5 رسیدیم نه؟ بله ما به 5 هم رسیدیم. عیسی رو بهش پرداختید، اطمینان و اعتماد، استقلال، آزادی و مسئولیت. امیدوارم که با 3 هفته امیدوارم تمام. امیدوارم بله ولنتاین پربرکتی میشه با این ترتیب و توضیحات شما در مورد مسئله اصلی. ولی توضیحاتون آدم یه خورده اگه در موردش فکر بکنی قدر کم فکر کنی سخت نگران کننده است، چون به هر حال جامعه‌ای که ما میشناسیم از خودمون اصلا در این مسیر جلو نمیره. خب آخه جناب فروزنده بر اساس مطالعات 2% مردم دنیا سالمه. شما خیلی نگران باشه. سعی میکنم که این حرفو بفهمم ولی نمیدونم. آخه ما کل ببینید بعضی از کشورها هستن مثل فرض کن کشورهای شمال اروپا و اینا این راه ها رو یه مقدار زیادی رفتن پیداست از نوع زندگیشون پیدا. ما خیلی عقب مونده ایم در این مورد. متاسفانه بله ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم. 7 شهر عشق و عطار گشت ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم. به هر حال ممنونم به کمک شما از خمه این کوچه ها در بیان. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام.